foreign minister of the People Republic of China. This is a milestone in the history of Afghanistan. این یک روز تاریخی برای افغانستان است. به نمایندگی از مردم چین به آنان تبریک میگویم. بدون تعهد و کار مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی، برگزاری این روز ناممکن بود. همان گونه که رئیس جمهور شی جین پینگ گفته است، صلح مانند گرمی آفتاب نمیتوان بدون آن زندگی کرد. پایان جنگ و آمدن صلح خواست تمامی مردم افغانستان است. با همچون یک کشوری که از راه کوه با افغانستان پیوند داریم، چین می خواهد که این گفتگوها به حل اختلافها و یافتن یک راه حل بدرنگ و مؤثر برای منازعه افغانستان امیدوار است. می خواهیم که افغانستان به سوی یک روند سیاسی برود. روند مذاکرات شاید با چالش روبرو باشد، اما هر دو طرف باید صبور باشند و این روند را ادامه دهند. با یک روند با رهبری افغان‌ها متحد باشد. این روند باید به دست مردم افغانستان باشد و این روند باید به مالکیت و رهبری افغان‌ها به پیش برود. هیچ کشور نباید خواست‌های خودخواهانه اش را بر دو طرف تحمیل کند و باید از دو طرف برای صلح پشتیبانی کنند. از یک چارچوب فراگیر پشتیبانی کند. در این چارچوب تمامی گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی می توانند که به گونه مساویانه در قدرت سهم داشته باشند. برای رویارویی با چالش‌های مثل فقر و مواد مخدر نیز به این کار نیاز است. یک مثال چینی میگوید که همسایه خوب با همسایه‌اش رفتار خوب دارد. چین میتواند که برای افغانستان یک تسهیل کننده و میانجیگر باشد. چین از کشورهای جهان میخواهد که عدالت را مراعات کنند و از بازسازی و صلح در افغانستان پشتیبانی کنند. بیرون شدن نیروهای خارجی باید منظم و بر بنیاد شرایط باشد. امیدوارم که مذاکرات میان افغانان آغاز شود و افغانستان به صلح، ثبات و رفاه برسد.